خب دوستان، من خوشحالم میبینم که این بحثا میشه و به هر حال این نظریات دارین، برای اینکه هم نشون میده که به هر حال بودیزم جدی میگیرید، یه مقدار دربارش خوندین. البته ما ایرانی‌ها چون از بودیزم تاثیر پذیرفتیم، بدونیم که بدونیم با هر حال نگاه نسبتا دوستانه به بودیزم داریم. یکی از نکاتی که از من سوال کردید که به خاطر همین من ازتون خواسته بودم متن رو بخونین، داماپادا رو بخونین، چون متون خب خیلی از حرفا رو بران میزنن و صحبت کردن درباره مسائل بدونی که آدم دانشش رو داشته باشه کار غلطی است. باید آدم اصولا در مورد هر چیزی که از فلسفه، دین، علم، باید به هر حال رفت و متون تاریخشون رو خوند، بلا تبدیل میشه به تعصب. در این داماپادا وقتی که از من سوال میکنید که خب بودا در مورد راه هشتگانه شریف یا جلیل صحبت میکنه، این درست بودنش چیه؟ در واقع در داماپادا این بحث رو میکنه، چون میگه که مثلا همون صفحه اول متن که شما وقتی نگاه میکنید که در مورد درست و غلطی هستش، یعنی پاراگراف 11، بند 11 و بند 12 هستش، بودا دقیقا به این موضوع اشاره میکنه و میگه که من به اینکه انگلیسیشو براتون میخونم اینجا، چون ترجمه فارسیش در دستمون نیست که آقای پاشایی ترجمه کرده. بودا میگه که درست و غلط اسنشال و آن اسنشاله، چیزی که جوهری و غیر جوهری است، درسته، یا واقعی و غیر واقعی است. Those who mistake the unessential to be essential and the essential to be unessential, dwelling in wrong thoughts, never arrive at the essential. خب اینه دیگه، یعنی که شما اشتباه بکنی. Those who know the essential to be essential and the unessential to be unessential, dwelling in right thoughts, do arrive at the essential. این دقیقا این گفتار درست و اینا اینه، یعنی که شما میدونی که معیشت درست چیه، معیشت غلط چیه، شما میدونی که گفتار درست چیه، گفتار غلط چیه، شما میدونی که کجا دشنام دادن غلطه یا درسته، شما میدونی که دروغ گفتن درسته یا غلط. ولی کسی که نمیدونه و هر دوتا رو در یک ترازو قرار، کف یک ترازو قرار میده یا با هم برابر میدونه، خب از نظر بودیزم نمیتونه که این راه هشتگانه رو بره، میدونی، یه با اون چهار حقیقت که اصلا دست پیدا نمیکنه، برای اینکه خب میگه که به به من چه حس خوبی دارم که اینقدر رنج میبرم و چقدر حس خوبی دارم که اینقدر آدم دغل و دزد و دروغگو و اینی هستم. خب بودیزم میگه که آقا من اصلا از همون اول تعطیل، من اصلا با تو کاری ندارم، تو برو دنبال کارت، میخوای بیزنس تو بکن برو بیزنس تو بکن، تو اصلا برای چی اومدی دنبال بودیزم؟ خب پس بنابراین اینو داره میگه. نکته دوم، نکته دوم اینیست که بودیزم، یکی از سوالاتی که ما پرسشی که از خودمون بخوایم بکنیم، که من این پرسش که از خودم کردم وقتی میخواستم بودیزم رو بهتر بشناسم، البته رفتم معابدشون رو دیدم، آسیاس سفر میکنم، میرم با دالای لاما رو میبینم، ازش سوال میکنم درباره بودیزم و اینا، برای اینکه برام جالبه که این تفاوتاش چیه. یکی از نکاتی که شما وقتی که تاریخ بودیزم رو میخونین متوجه میشین این نیست که بودیزم هیچ جا رو با تسخیر و با لشکری، با لشکر و با نظامیان نگرفتن، یعنی دینیست که برخلاف مسیحیت، برخلاف اسلام، برخلاف خیلی از ادیان دیگه، حالا من که به عنوان دین نمیدونم، به خاطر همینم به عنوان دین نمیدونمش، هیچ جا رو نرفته تسخیر کنه و بخواد خودشو بگه که بیاد چیره کنه. چه کار کرده؟ این اتفاق خیلی بحث جالبه و این نکته جالبه. بودیست چگونه به سیلان رفته، یعنی سریلانکا، چگونه در هند جا افتاد، چگونه به چین رفته، چگونه به ژاپن رفته، چگونه به تایلند رفته، چگونه به کره رفته و چگونه به برمه رفته، حالا با کشور دیگر میذاریم، ولی اینا کشور مهم بودیستی، همش از راه بحث و گفتگو و از راه تبلیغ فقط. یعنی چی؟ یعنی که بیشتر مواقع میشنری فرستادن، یعنی یه راهب فرستادن، معلم فرستادن در دربارها، اینا رفتن بحث کردن، مجاب کردن اونا رو، اونا گفتن که خیلی خب پس ما میذاریم که شما بیاییم مثلا معبدتون هم درست کنیم. بعد فلسفه بودیزم اینجا جرای خودشو باز کرده، ولی در واقع واقعیت اینه که این کاری کرده. حالا در دوره‌هایی
طبیعتاً مثل تاریخ خودم کشور ماست در ازشون میکشتن، نابودشون میکردن، قبول نمیکردن. مثلا در چین که سوال کردید، تا سلسله تانگ بخواد بیاد بودیستا رو خوب قبول نمیکردن، نمیذاشتن که بیان. ولی بودیزم اگه با کنفوسیونیسم مسئله پیدا میکرده، با تائوئیسم مسئله نداشته، درسته؟ و تائوئیسم برای فلسفه مهم چینه در کنار کنفوسیوس. و بودیزم میاد میگه که خب در تائوئیسم هم مدیتیشن هست، ما مدیتیشن میکنیم، شما هم با قربانی کردن حیوانات مخالفی، ما مخالفیم، خب بس میتونیم با هم کار بکنیم دیگه. خب با هم دیگه شروع میکنن کار کردن، اینطوری جا میندازه خودش، درسته؟ و کم کم اینطوری با این صورت جا میندازه. در ژاپن چجوری خودش جا میندازه؟ در ژاپن هم در واقع همینه، یعنی در ژاپن هم از راه فلسفی برای یه آدمی به نام دوگن پیدا میشه، بعد بودیزم تبدیل میشه به زن بودیزم دیگه، یعنی اونجا شما زن رو دارید که مثل بودیزم مطرح میشه، و بودیزم خب میاد خودش به عنوان زن مطرح میکنه، یعنی آموزشی که انعطاف پذیری داره. در تبت به همین صورت چندین سال، سالیان سال طول میکشه، این آینی که شما میبینید که دالای لاما اینا هستن، به اینا میگن یلو سکت. این یلو سکت اول وجود نداشته، اینا مال قرن 14 15 میلادی هن. از اون موقع به بعدن یه آینی که در واقع خود تبتی ها داشتن به این اضافه میکنن که بودیزم نداره، و اون رینکارنیشنه، تناسخه. بودیستا به تناسخ اعتقاد ندارن که، درسته؟ ولی دالای لاما به تناسخ اعتقاد دارن. شما وقتی یه دالای لاما میاره، در واقع روحش در یک بچه ظاهر میشه، اونم تبدیل میشه دالای لاما. خب ببینیم اینا اشکال مختلف پیدا میکنن و جا میفتن، و این اتفاقا مسئله خیلی خیلی مهمی است که ما بتونیم دربارهش صحبت بکنیم که در واقع خودش رو چه جوری بودیزم جا میندازه و سعی میکنه که در واقع به صورت فلسفی این کار انجام بده. حالا وقت یکی از نکاتی که باز برای من جالب بود که اتفاقا رو تختم نوشتم اونجا، ماهایانا و هینایانا، تفاوتی که بین دو مکتب بزرگ بودایی هستش این است که یکی از بحث‌های فلسفی که در بودیزم پیدا میشه این است که آقا بودیزم میتونه یک امر جهان شمول باشه یا باید که یک امر فردی باشه. بودیزم اولیه که به خود بودا و تعلیمات بودا نزدیکه که ما به نام هینایانا بودیزم خوانده میشه، بودیزمی هستش که میگه که این آرمان رستگاری و رهایی فردی است نه جمعی. هر کسی باید این کنش و عمل خوش انجام بده، هر کسی باید خودش بتونه یه بودایی باشه. بحث فلسفی که پیدا میشه، مکتبی میاد یا گروهی میاد و میگن که خب این که پس بشریت این وسط چی میشه؟ این پیام برای بشریت هست یا فقط برای آدم هاییست که به ما به این تعلیمات نزدیک میشن؟ و اونا میان اسم خودشون رو هم میگن مثل ماهاتما، کلمه ماها رو استفاده میکنن، یعنی بزرگ، میان میگن ما ماهایانا هستیم و ما مسئلمون مسئله یونیورسالیتیه و بشریته و ما میخواییم بودیزم حالت یونیورسال و بشریت بشری پیدا بکنه. و به خاطر همین بحثشون اصلا درباره نیروانا هم تغییر میکنه، یعنی اون گروه اول میان میگن که نیروانا درست عکس موجودیت پایدار انسان هستش و موجودیت در واقع پدیداری انسان هست، فنومنال انسان هستش. اونا قسمت دوم، گروه دوم ماهایانا و اینا میان میگن که نه، ما مسئلمون این نیست که به این آگاهی دست پیدا کنیم در نیروانا که همه موجودات در واقع در زندگی به صورتی در عدم وجود هستند، یعنی اونها نان اگزیستنت هم، ما باید به اگزیستنس واقعی دست پیدا بکنیم. خب این هم یکی از تفاوت‌های اساسی است که می‌بینید که تو این مکتب هستش، و به همون بحث مایکرو و ماکرو رو که کردین دقیقا برای اونها مطرح شده، در یک دوره از تاریخ آموزه بحثشون مطرح شده. مسئله دوم اینجاست که باز اینو داماپادا خوب به شما نشون میده، این است که بودیزم وقتی که به هر حال بودیزم یه مکتب هندیه، مثل جاینیزم، مثل هندویزم، تمام نکات هندی هم توش هست، خود بودام یه هندیه،
بنابراین شما بودیزم با لنز در واقع عدسی اینکه این در هند و در اون شبه قاره به وجود آمده باید بخونید. میدونیم بودیزم یه چیز عربی نیست، در صحرا در بیابان عربستان درست نشده، کاملا مشهوده، هیچ نکته شما از اون فرهنگ های اونور درش ندارید. شما فرهنگ سامی از هیچ نکته از فرهنگ سامی در بودیزم ندارید، درسته؟ ولی نکاتی از فرهنگ دینی هند دارید. خب یکی از نکاتی که بودیزم بهش اشاره میکنه که همین مسئله ریاضت، مخالفت با ریاضت، بخاطر اینکه ریاضت یک امر مهمیه در دین هندو، درسته؟ خب بودیزم باش مخالفت میکنه. بودا خودش ریاضت رو میکشه به خاطر اینکه بودا یک هندیه، برای اینکه اینو یاد بلده، ولی خب اینو امتحان میکنه، تجربه میکنه، باش گسست میکنه. یکی از نکاتی که میگه که شما متوجه میشید، یکیش این مسئله سامسارا یا این چیزیست که هندی ها بهش میگن که شما در واقع دو مرتبه تولد پیدا میکنی که بر بودیزم یه مسخره ایه. حالا در داماپادا اینو چی میگه؟ میگه که این که شما از یک زندگی به یک زندگی دیگه بریم مثل این میمونیست که از یک درختی به درختی که میپره. اینجا در پاراگراف 334، The craving of one given to heedless living grows like a creeper. Like the monkey seeking fruits in the forest, he leaps from life to life. درسته؟ خب این دقیقاً اعتقاد هندوهاست و بودیزم باش داره مخالفت میکنه. میگه من مخالفت میکنم که تو اینطوری فکر کنی که تو از یک زندگی میری به یک زندگی، ما بعد زندگی بعد از مرگ برامون مهم نیستش، ما در واقع خاموشی برامون مهم هستش. خب این اصل بحثی است که بودیزم داره درباره مرگ میکنه و ما باید اینو متوجه باشیم. جوابی که بودیزم داره میده یا لااقل بودا داره میده که بعد تاثیرش رو خاور دورم هست، پاسخی است که نه به اسلام، نه به دین یهود، نه به دین مسیح، نه به مسیحیت، بلکه به هندویزم و جاینیزم داره میده. به هندویزم و جاینیزم داره میده. حتی داستانی هست که میگویند چون با بودا هم دوره سقراط و هم دوره مهاویرا، مهاویرا پیغمبر جاینیزمه، مهاویرا در واقع یک پیامبری رو میفرسته، یک در واقع دیپلماتی رو میفرسته که بره و بودا رو ببینه و اینکه احساس خطر میکنن دیگه که، و اونا میره که بودیزم و اون میره و مجاب میشه در واقع، یعنی باهاش میشینه صحبت میکنه و باز با هم دیگه بحث فلسفی میکنن و اونو مجاب میکنه و اون وقتی برمیگرده میاد به مهاویرا میگه که من مجاب شدم از بحثی که بودیزم کردش، یعنی بودا با من کرد. و خب اینطوری نشون میده که این مکاتب با همدیگه در ارتباط بودن، رو همدیگه تأثیر میذاشتن. یکی از نکاتی که من اصلا ذکر نکردم دربارش، برای اینکه خب در بسیار جای دیگه ذکر کردم و فکر میکنم که شما میدونین، یکیش مسئله عدم خشونته که شما در هر سه دین دارین، به ویژه در بودیزم. یعنی جاینیستا خشونت پرهیزی براشون بسیار مهمه، همونطور که میدونین در واقع راهبانشون دهنشون رو میپوشونن برای اینکه حتی مگس و پشه نیاد. و بودیزم یکی از آموزه هایی است که میگه که شما حتی به خشونت نباید فکر بکنید، نه که عمل کنید، حتی نباید فکر بکنید. خب شما اینجا میبینید که این چقدر اینا رو هم دیگه تاثیر گذاشتن. در اصل خشونت یک امر بدیهی و بعضی موقعا ضروری در ادیان ابراهیمی هستش، غیر از آموزهایی که خود حضرت مسیح داره، اونم یه جایی باز یه کمی میگه که من با شمشیر اومدم اینجا معبد رو میخوام در واقع با شمشیر معبد خراب کنم، ولی عملا غیر از مسیح که اینو خیلی مستقیما میاد میگه، شما اینو به این صورتی که جاینیز و بودیز میگن اصلا نداری. ولی در بودیز آهیمسا یک امر اساسی است، اساسی هستش. ما اصلا درباره این صحبت نکردم. البته هرچی بیشتر در آموزه مثل بودیزم کنکاش کنیم، خب مثل خیلی از آموزهای دیگه سخت‌تر میکنه کارو.
ببین چند تا نکته هستش که شما مطرح کردین که من فکر میکنم که مهم هست. بذارین اول از این مسئله نبود من یا نبود نفس که بودیزم اینو به عنوان آناتا در واقع میشناسه یا معرفی میکنه صحبت کنیم. خب باز اینجا طرف صحبت بودیزم هندویزمه، یعنی میخواد که اون بحث مهمی که بو هندویز در مورد آتمان میکنه، اون بحث رو که مسئله نفس است و اینکه شما به هر حال این چگونه باید نفستون نجات بدین، ولی این نفس به هر حال یه حالت کارمیک داره در بودیز، در هندویز که شما دو مرتبه هی میمیرید و هی زنده میشید و در این چرخه وجود همطور قرار میگیرید و بودیز به هر حال شما رو در این چرخه وجود نمیخواد قرار بده، چون مسئلهش عدم وجود هست و نه وجود، و این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش. حالا اینجا پرسش منطقی که بودیست سعی کرده جواب بده در لاجیک خودش و در متافیزیک خودش اینیست که اگر ما معنی نداریم، اگر ما نفسی نداریم، پس این رستگاری چگونه صورت میگیره، برای کی صورت میگیره؟ و خب در واقع به این صورت ما باید اینو متوجه بشیم که خب البته در داماپادا یه بخشش اصلا اسمش هست The Self 12 که من شما خواسته بودم که اینو نگاه بکنید، که این تو کلمه One Self و Self و اینا میاد، ولی مسئله اصلی که اینجا به ما داره اشاره میکنه اینیست که باز ما یه حالت تغییر، یه چیز تغییر ناپذیر نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی چیزی که در واقع نان پرمننت باشه از نظر بودیزم اون نمیتونه اصلا وجود داشته باشه، یعنی وجود واقعی نیست، واقعیت واقعی نیست، واقعیت قایی نیست، حقیقت قایی نیست، و بنابراین باید که شما اینو ازش عبور کرده باشید، درسته؟ و هر چیزی که در واقع یک توهمی بیش نیست، ببین برای اینکه من کلمه توهم قبلا هم گفتم بودیزم استفاده میکنه، توهمی بیش نیست، یعنی ما فکر میکنیم که در یک منیتی هستیم، ما فکر میکنیم که یک نفسی داریم، ما فکر میکنیم، بودیزم میگه که اینها یک توهمی بیش نیست، درسته؟ بحثی که بعدا شکسپیر میکنه در یکی از نمایشنامه‌هاش، در واقع زندگی یک خوابی بیش نیست، درسته؟ یا یک قصه ایست که در واقع گفته میشه ولی قصه بیش نیست، میدونی؟ خوابی بیش نیست، توهمی بیش نیست. پس ما مرگ در واقع، یا مرگ بودیزم نمیگه براش مهم نیست، ولی اون روشنایی در واقع وجود واقعی است از نظر او، یعنی واقعیت قایی است، واقعیت اصلی هستش که ما به اون راه پیدا میکنیم. البته اینجا یه نکته ای که باید بهش توجه کرد و به خاطر همینم بودیز وقتی که وارد چین شد و با کنفوسیونیسم خیلی مسئله داشت در زمان امپراتوری هان، باز به صورت فلسفی رفت و خودشو همدل و همراه داویز شد و با از طریق داویزم آمد خودشو جا انداخت توی چین. چگونه این کار کرد؟ داویزم در واقع از همونطور که اسمش ازش برمیاد، داویزم به دنبال یک راهه، بودیزم میگه خب منم دنبال همین راه هم، درسته؟ پف داویزم میگه من یک داو هستم، من یک راه هستم، اونم میگه منم دنبال یک راه هستم، و اینا با همدیگه تونستن سر این موضوع کنار بیان و به هر حال با همدیگه همدل و تا موقعی که در مقابل کنفوسیونیسم با هم دیگه همدل بشن و تا موقعی که به امپراتوری هان تموم بشه و امپراتوری تانگ شروع بشه، و خب این مسئله بسیار مهمی بودش که ما دیدیم. حالا نکته‌ای که اینجا هست، باز نکات خیلی مهمی هست که من هنوز نگفتم. ببینید ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اولا در ادیان ابراهیمی شما من دارید، شما مسیح از خودش صحبت میکنه، میگه من پسر خدام، من پسر خدام، نه مسیح از خودش صحبت میکنه، پیامبران ابراهیمی از خودشون صحبت میکنه، میدونی منیت درشون خیلی قویه، درسته؟ در همه شون منیت خیلی قوی هستش در واقع،
یعنی اینطوری نیستش که شما حضورشون رو نبینید، اتفاقا شما حضورشون رو خیلی خوب میبینید، شما حضورشون رو در جنگ ها میبینید، شما حضورشون رو در وحیشون میبینید، شما حضورشون رو در واقع تبلیغی که دارن میکنن میبینید، در مأموریت الهیشون میبینید و در بعضی جاهات این سابجکتیویتی خیلی سابجکتیویتی قوی هستش. حالا مسیحیت یکی از تفاوت‌های اساسی که داره، اگر تو این حرف من نیست، خیلی دربارش کار شده که موجب شده که از توش فلسفه غرب بتونه در بیاد، مسئله ریپرزنتیشنه. شما در دین یهود و دین اسلام خدا رو نمیتونید نمایش بدید، درسته؟ تصویر بیرونی از خدا. ولی در دین مسیح اولین حرفی که زده میشه اینیست که من خودم خدام، من پسر خدام، من تجلی خداوند هستم، درسته؟ I'm the Lord. و اینطوری ازش صحبت. بنابراین مسئله ریپرزنتیشن مسئله میشه. ولی شما همراه با ریپرزنتیشن، همونطور که ما در فلسفه غرب میبینیم، مسئله سابجکتیویتی هم هست. در دین بودا یا در آموزه بودا، کلمه دین استفاده نکنیم، شما ریپرزنتیشن ندارید. درسته؟ شما اون ریپرزنتیشن به اون صورت ندارید اصلا. اون داره در مورد یک عالمی صحبت میکنه که در واقع شما اینو نمیتونید ریپرزنت بکنید به اون صورت که بیاد بگه که من. میگه که این یه راهه، این راه هم خدا هر کسی انتخاب بکنه باید این در واقع از این عبور بکنه، از این کنش ها باید، از این اعمال باید عبور بکنه. خب پس بنابراین این مسئله خیلی مهمی است که این تفاوت رو ایجاد میکنه و من فکر میکنم که حقیقت غایی در بودیزم اینیست که اصلا چیزی به نام من وجود نداره. نه شما نفسی ندارید، شما سلفی ندارید، شما منی ندارید، شما خودی ندارید که اصلا بتونه نجات پیدا بکنه یا به رستگاری برسه. و خب این نکته بسیار مهمی هستش که ما باید بهش توجه کنیم. نکته دوم که تا یادم نرفته بهش اشاره بکنم، همونطور که گفتم ماهایانا بودیزم یکی از مسائلی که از نظر فکری فلسفی بهش رسید مسئله جهان شمولیت و یا کلیت یا یونیورسالیتی بود. مسیحیت، اسلام و دین یهود از همون ابتدا که دارن شکل خودشونو میگیرن مسئله یونیورسالیتی براشون مطرح میشه. مسیحیت میاد از همون ابتدا کلیسا رو برقرار میکنه، درسته؟ کلمش هم، کلماتی هم که استفاده میکنه اتفاقا حالا چه از یونانی باستان چه از لاتین میگیره، این کلمه یونیورسالیتی توش هست، درسته؟ کلمه اونیورسیتاس، کلمه اکلزیا که میشه کلیسا، اکلزیا، تمام اینا توش کلمات در واقع چیز هست. این مسئله اینکه عموم باید داشته باشه، درسته؟ یا کلمه یونانی کوینونیا مثلا عموم داشته باشه، پابلیک سفیر باشه. خب بودیزم اینا براش اصلا مسئله نیست، میدونی؟ هیچ کدوم از اینا در این یونیورسالیتی اصلا براش مسئله نیست، مگر اینکه به صورت فلسفی بعدن بیان مسئلهش کنن که ماهایانا بودیزم میاد و اینو مطرح میکنه و به عنوان بحث میاد که در موردش بحث میکنه. خب حالا در وقتی مقایسه میکنی شما با مکاتب یونانی هم، حالا چه اپیکوریز باشه، چه رواقی باشه، چه افلاطونی باشه، اینا شما میبینید که تفاوت‌های خیلی اساسی هست بین اینا. مثلا در رواقیون اساس بحثشون بحث جهان وطنیه، میدونی؟ و ولی بودیسم همچین بحثی نداره، بحث جهان وطنی نداره، بحث کاسموپولیتن، کاسموپولیتنیزم نداره اصلا، میدونی؟ و اینکه اونها اعتقاد دارن که ما در واقع جزئی از یک نفس بزرگتری هستیم، رواقیان اعتقاد به یک نفس بزرگتری دارن که همه حیوانات و موجودات و انسان ها اینا همه جزئی از این نفس بزرگتر هستن. خب بودیز باز این مسئله رو به این صورت مطرح نمیکنه که رواقیون مطرح میکردن و این تفاوت ها خب به هر حال با مکاتب یونانی خیلی زیاد هست. حالا وقتی که مسئله سعادت و نزد سقراط با هم دیگه بخونیم به این موضوعات بیشتر میپردازیم و بیشتر متوجه میشیم. یه نکاتی البته شباهت هایی هست، مثلا میتونیم بگیم که این بحث روشنگری یا روشنایی که حالا ما به صورت فلسفی امروزه در قرن 21 از روشنگری صحبت میکنیم، مثل خود من،
به هر حال یه بحثی است که غار افلاطون هم همینه، یعنی شما غار افلاطون در واقع این نیست که شما اون توهمی که روی دیوارها میبینید و باید از اون غار در بیاید، به یک روشنایی برسید، یک آموزشی ببینید، برید برگردید در اون غار و اون توده ها رو در واقع دعوت کنید به اینکه جمهوری افلاطون رو دنبال کنن، یا اینکه برسن به اون بحث در واقع واقعی یا اون حقیقتی که حالا سقراط و افلاطون دارن درباره صحبت میکنن. خب حالا بودیزم اینو به این صورت نمیگه، یعنی در مورد روشنایی صحبت میکنه، ولی میگه که من تعلیماتو به تو میدم ولی خودت باید عمل کنی. درسته؟ خودت باید عمل کنی، من نمیتونم به جای تو عمل کنم. این شاید یکی از نکات خیلی جالب بودیزم هستش به نظر من. نمیتونی تو اتاقت بشینی یکی دیگه، گفتم یکی دیگه برات این زحمت رو بکشه، باید خودت این کار رو انجام بدی. خودت باید بری به طرف گیاهخواری، خودت باید سعی کنی که دشنام ندی، خودت باید سعی کنی که دروغ نگی. درست؟ کس دیگه نمیتونه این کارو برات بکنه. خمس و زکات هم کارتو درست نمیکنه. نمیتونی یه حاجی بازایی باشی که همه تمام ماه دوزی کنی بعد بگی من خمس و زکات میدم چه گناهام بخشوده میشه. اصلا در بودیسم همچین مقوله وجود نداره که شما گناهی بکنی گناهتون بخشیده بشه. یا در این مسیر قرار میگیری یا در این مسیر قرار نمیگیری. میبینی خیلی تکلیف روشنه از این جهات. درسته؟ حالا تفاوت هایی که به وجود اومده تفاوت های فرهنگی هستن دقیقاً اتفاقا. یعنی شما وقتی که بودیزم زن ژاپنی رو که حالا در کنار شینتویزم خودشون هم هست که به هر حال دین اجدادیه میتونیم بگیم، در و بودیزم چینی رو میبینید، بعد بودیزم تایلندی و بعدش هم تبت که خودش بودیزم خیلی قویه و نوع خودش رو داره، تفاوتاشون تفاوت فرهنگیشونه. اینا برای تمدنه این که هیچ شباهتی با هم ندارن. و یکی از نکاتی که برای من جالب بود وقتی که داشتم میخوندم، به شما توصیه میکنم که مقدار این بحث تاریخش هم دنبال کنی، این است که همین که گفتم چرا اینو جا میفته خیلی راحت. مثلا ژاپنیا در یک دوره بودیزم میاد به ژاپن وارد میشه که سامورایی ها احتیاج به یک آموزه‌ای دارن که این آموزه بهشون مدیتیشن بده و بهشون یه چیز اضافی بده از اون چیزی که دارن. درسته؟ بودیزم اینو بهشون میده، ولی این بودیزم تبدیل میشه به زن، تبدیل میشه به اون چیزی که بهش میگن زازن، خودشون تبدیل میشه به بودی زازن. زازن هم شما میدونی که همش بر مبنای مدیتیشنه. درسته؟ ولی خب اینو احتیاج داشتن سامورایی ها. همونقدر که اون بحثی که حالا خواهیم کرد هفته آینده، هاگاکوره و بوشیدو اینا رو احتیاج داشتن، یعنی آیین‌های ساموراییشون احتیاج داشتن، ولی اینا احتیاج داشتن. خب اینا هم جا افتاد، به این صورت جا افتاد. درسته؟ ولی خب نمیتونست در مقابل ادیان ابراهیمی بیاد شکل، یعنی جایی پیدا بکنه. واسه همین بودیزم در میان عرفای ما، یعنی کسانی که از شریعت زده شدن و به یک سمت طریقت دارن میرن، میاد جای خودشو باز میکنه، نه در میان کسانی که در شریعت هستن. عرفای ما بلا استثنا همشون، حالا بدون اینکه بعضشون میگن مستقیم بعضشون نمیگن، همشون تحت تاثیر بودیز بودن خیلی زیاد و اینا رو تکرار میکنن. در واقع تمام بحثایی که بودیز میکنن رو با زبان خودشون تکرار میکنن. ببینید من اول فکر میکنم یه نکته ای ما صحبت نکردیم، اتفاقا زبانشناس ما اینجا خیلی سکوت کرد هیچ نگفت. من فکر میکنم که نقش زبان و زبانشناسی در فهم و درک هم بودیزم هم آیین ها و آموزهای شرقی خیلی مهمه. یکی از دلایلی که من این کلمات پالی رو هم برای شما نوشتم که البته اینا اگر رو اینترنت برین مقدار زیادش هم به سانسکریت هست، خیلی مهمه که ما بتونیم درک بکنیم. و خب وقتی ما اینا رو ترجمه به انگلیسی یا فارسی میکنیم، دقیقا همون مسئله زبانشناختی که همیشه پیدا میشه، یعنی مقداری دور میشیم از اون بحث اصلی که حالا عمق اون بحثی که اون حالا شاید در اون زمانها و اون دوران دور آدمی مثل بودا یا تعلیمات بودا یا بودایی ها آمدن و کردن. و بعد این بحثا اشکالی که در فرهنگ‌های مختلف گرفته
و تبدیل به کلمات نوع دیگه شده در فرهنگ ها. هم که گفتم مثلا شما وقتی ژاپن بودیز به ژاپن میره کاملا ژاپنی میشه دیگه، یعنی این دیگه هیچ ربطی به اون بودیزمی که در هند تولد پیدا کرده نداره. جنبه‌ای که براش مهم هستش همون جنبه مدیتیشنش هستش که مهم هستش. حالا اینو با اگه در نظر بگیریم، خب طبیعتاً بسیار از نکاتی که ما تو ادیان ابراهیمی به ویژه می‌بینیم یا در حتی بعضی از فلسفه‌های ماقبل مسیحیت در یونان باستان می‌بینید اصلا وجود نداره. مثلا ما چیزی به نام واجب الوجود اصلا در بودیسم نداریم، ما چیزی به نام خدا اصلا در بودیسم نداریم، یعنی شما کانسپتی به نام کانسپت خدا در بودیسم ندارید، شما کانورشن در بودیسم ندارید. همه ما بودیست میتونیم باشیم، همه ما میتونیم بودیست باشیم، میتونیم مسلمان بودیست باشیم، ما میتونیم، چنان که ما امروزه، حالا برمیگردم به این بحثی که حالا بودیسم چگونه در جوامع امروز استفاده شده، ولی خیلی جالبه که ما دانشمندان، اقتصاددانان، آدمای بسیار معروف امروز دنیا رو داریم که خودشون بودیسم میدونن. افرادی هستن که خب در ادیان دیگه زاده شدن ولی خودشون بودیسم میدونن، یعنی بودیسم از این نظر میدونن که فلسفه بودا رو در کار خودشون در واقع دخیل میدونن و استفاده میکنن از بحثی که از بحثایی که حالا بودیسم میکنه، و اونو شما تو نوشته هاشون میبینید، هم تو فیزیک کوانتومی میبینید، از همه مهمتر بسیار از فیزیکدانهای کوانتومی به بودیسم خیلی علاقه زیاد دارن و بحثای بودیسم رو دنبال میکنن، هم تو به بحثای اقتصادی شما اینو میبینید، و خب خیلی مسئله بسیار مهمی هستش. نکته دیگه اینیست که در مورد میتیشن سوال کردید. خب میتیشن برای بودیزم اینو از هندیا میگیره، برای اینکه این یه بحثیست که توی هندویزم هست، در فرهنگ هند هست، این در وداها هست، اوپانیشاد هست، و بعد این بودیزم میاد و بعدش هم بودیزم اینو میبره به طرف ژاپن، اینا که تبدیل میشه به زن بودیزم، و همون که شما بحثی که در مورد زن کردیم، و البته در خود بودیسم این مسئله همین تمرکز هستش که ببینید که بودا هم بهش اشاره میکنه، مسئله تمرکز این مسئله بسیار مهمی است، یعنی یه دیسیپلین فردی رو بدون اینکه آدم منو داشته باشه، ولی یه دیسیپلین فردی رو باید ازش بگذره، برای اینکه حالا کلمه ریاضت هم استفاده نکنیم، ولی این دیسیپلین فردی رو اگه نشته باشه به اون رهایی و اون آزادی نمیتونه دست پیدا بکنه. البته قابل فهمه، شما چگونه، مگه اینکه کلاهبرداری از این بخواد آدم سر خودش بکنه بذاره، یعنی کلاه بزرگ، اینکه شما بگی من میخوام بشم یک مثلا چلو خورشت بزرگ بخورم برشم برم مثلا یک میلیاردم پول داشته باشم بعد میخوام زندان بودیستم باشم، خب اینو نمیشه، یعنی این عوالم با همدیگه جور در نمیاد، میدونی، و ایجاد اشکال میکنه. حالا اینجا بحثمون همین بحثی پیش میاد که بودیسم در دنیای امروز پس چرا این شکل رو پیدا کرده. ببینیم بودیسم در دنیای امروز، من اولا اینو بگم که بهش واقعا اعتقاد دارم، بودیست ها به دنبال دنیای مدرن نرفتن، دنبال مدرن به دنبال بودیسم آمده. دقیقا همین حرفی است که شما میزنی و حرف درستی. دنیای مدرن از هر چی بتونه استفاده میکنه برای پیشبرد تمام بحثای خودش و برای تسخیر طبیعت و تسخیر انسان و تصاحب بشریت. این نظر من از هر چی، یعنی ما هممون در واقع تمام این آموزه ها، تمام تاریخ بشری در واقع مثل دستمال کاغذی میمونن برای دنیای تکنولوژیک مدرن، برای اینکه اون مسئلهش مسئله پور در آوردن، مسئله تسخیر، مسئله تصاحب، مسئله دامینیشنه. ما میدونیم دنیای امروز مسئلهش بزرگترین مسئلهش و این مسئله ایست که بشریت رو داره نابود میکنه، مسئلهش تسخیر و تصاحبه. امپریالیزم این بوده، کلونیال استعمار این بوده، سرمایه‌داری این هست، تکنولوژی هم این هستش، یعنی تسخیر و تصاحب و سلطه کامل بر طبیعت، بشر و جهان.
خب اگر بتونه از هر آموزه‌ای استفاده کنه، اگر از اگرام بتونه استفاده کنه استفاده میکنه، میدونی؟ اگه فردا از اگرام بتونه استفاده کنه استفاده میکنه، فردا میاد $1 میلیارد میذاره اینجا وسط رینگ و همه ما رو در واقع میخواد بخره، تصاحب کنه و به نوعی بیارتش توی منطق خودش. حالا اینطوری شما میبینید که من یکی از پرسشایی که برام بود اینو از دالای لاما سوال کردم که خود دالای لاما حالا چقدر استفاده و سوء استفاده ازش میکنن در انواع اقسام از هالیوود گرفته تا بقیه چیزا. که خب این همه آدم که میگه من میخوام بودیست بشم، اینا آخه این گله گوسفند عظیمی که از غرب همه تمام این دکونها رو درست کردن، هم تو این تورنتوش همین مایندفولنس پر هستش، اینا کیان؟ از کجا اصلا پیداشون شده؟ و آیا آخه بالاخره هر دینی فلسفه آموزه وقت میبره کار میبره، ما داریم این سالیان سال داریم با هم دیگه فلسفه رو دوره میکنیم، هنوز هشتمون گره نهمونه و چجوری اینطوری؟ خب اینا همش دکونه، این نظر منو بخواهیم همش دکونه و من اصلا اعتقادی بهش ندارم، اصلا اعتقاد ندارم. حالا آن اتفاقی که چون من خودم دربارش مقاله نوشتم برای دربارش صحبت میکنم، آن اتفاقی که در برمه مثلا میفته و شما بودیست هایی دارین که میان مسلمان ها رو میکشن، اینم من باز برای اینکه نامه نوشتم و خب با دالای لاما صحبت کردم، من که خودم هم خیلی آنگ سان سو چی رو دوست داشتم، برام مسئله بود. خب دالای لاما میگفت ما هم فناتیک داریم مثل همه آموزها و ادیان دیگه. گفت اگه فکر میکنی ما فناتیک نداریم، ما هم فناتیک داریم. خب فناتیک شدن فرق داره با بودا شدن و البته شما از تو بودیزم هم میتونید فناتیک در بیارین. چرا؟ به خاطر اینکه طرف همون بیراهه رفته، یعنی به جای اینکه بگه که من میرم و دنبال اون و اون بحث اصلی رو فکر میکنم، همون آن اسنشل رو میره میگیره و اونو تبدیلش میکنه به یک امر بزرگ و این اتفاقی که میفته و از توش دقیقاً از توش همون خشونتی میاد در میاد که ما میبینیم. ولی واقعیت امر اینجاست که به هر حال بودیز به نظر من اگه اشتباه نکنم، حتی وقتی با هندویز مقایسه میکنم که شما توش هندوهای متعصبو دارین که حتی گاندی رو کشتن دیگه، بودیزم از آموزهاییش که کمتر از بقیه آموزها میتونه ایدئولوژیک بشه، پتانسیل ایدئولوژیک شدن نداره. یکی اولین چیزش اینیست که رستگاریش فردیه، دومین چیزش اینیست که قیامت نداره، میدونی؟ اینا همش نکات مهمی است که سومین چیزش اینه که فلسفه تاریخ نداره، میدونیم؟ بنابراین نمیتونن یک عواملی بیان خودشونو به عنوان موتور تاریخ بودیزم قرار بدن و بگن که ما هستیم که میایم به مبارزه میکنیم و شما بیاین و ما رو مثلا شاه کنین یا مثلا ما رو در یک مقام بالا قرار بدین، هم چیزی وجود نداره، میدونیم؟ بنابراین تمام این نکات موجب میشه که بودیزم نتونیم ما تبدیل به یک ایدئولوژی بکنیم و به هر حال آخر الامر بر میگرده به تعلیمات خود بودا، درسته؟ البته مسیحیت هم باید همین گونه میبوده و عرفای مسیحی هم به خاطر همین حالشون از کلیسا بد میشه، مثل سان فرانسیس و بقیه، تاماس مرتون اینا همطور میگه آقا ما این که مسیح که اینطوری نیستش که شما رفتین یه طلا رو جمع کردین و هی تسخیر کردین، اینجا رو گرفتین اونجا رو گرفتین، آدما رو کشتین، زنا رو به عنوان جادوگر میکشین، این مسیح که از این حرفا زده که شما میگین؟ خب ما میریم گدایی میکنیم، سان فرانسیسکن ها میرن گدایی میکنن، درسته؟ میدونی یعنی راه فقیرانه رو انتخاب میکنن در مقابل اون. از اون برم خب شما انکیزیسیون رو دارین که ترک ماده و بقیه است که اونا میگن نخه باید قدرت رو چسبید و نمیدونم این دکترین کلیسا اینطوریست و دعواییست که تو خود این ادیان وجود داره. شما الان خود واتیکان رو نگاه کنیم ببینیم پاپاش چقدر با هم فرق دارن دیگه، یه پاپی مثل این فرانسیس دارین که خب حالا میره مثلا پای زندانیا رو میشوره و نمیدونم، اون یکی قبلیه رو دارین که فقط میگفت کاتشیسم و فقط داکترین آموزه ها فقط باید همه حفظ کنیم، اینو نترس بلاد مسیحیت از بین میره. خب با هم دیگه فرق پیدا میکشه اینا، ولی به مراتب راحت‌تر ادیان ابراهیمی رو ما دیدیم که در تاریخ تونستن ایدئولوژی بکنن و مسئله مهمی بوده. حالا اینجا مسئله که من میخوام بحث کنم و دیگه روش تموم میکنم،
این است که در واقع این بحث هم تو که گفتم بزن اول اینو بگم خیلی کوتاه بدی، این بحث برای خود بودیزم مطرح شد که آیا بودیزم یک ایمانه یا نه. اینو ماهایانا بودیزم در واقع مطرح کرد که خب آقا تکلیف ما چیه؟ این برخره این یه دینه، ما اینو به صورت یه دین معرفی کنیم، بهش یونیورسالیتی بدیم ندیم، اینو به صورت ایمان، ما اصلا ایمان داریم در بودیزم یا نداریم؟ اینا بحثای فکری و فلسفی است که براشون مطرح شد ولی نتونست جای خودشو باز کنه. این مسئله است. یعنی به هر حال این دو دستگی باقی موند از نظر فکری در خود بودیزم. یه عده زیادی گفتن که نه ما این راه رو انتخاب نمی‌کنیم، ما همون تعلیمات اصلی بودا رو می‌چسبیم و اعتقاد نداریم که شما می‌تونید از بودیزم به عنوان یک دین و یک ایمان صحبت بکنید و با همون به اون صورت هستش که ما می‌تونیم در واقع در موردش صحبت بکنیم. نکته آخر این است که من فکر میکنم که در واقع آن چیزی که در بودیزم خیلی مهمه، همونطور که گفتم واجب الوجود نداره، خدا نداره، مسئله خیلی فردی هستش بدون این که منیتی درش وجود داشته باشه، ولی نکته مهمی که در بودیزم هستش اینیست که به هر حال مسئله خشونت هم مسئله خیلی مهمه. یعنی شما باید عبور بکنه از این مسئله خشونت. بودیزم نمیتونه این خشونت قبول بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتقاد داره که این خشونت از نادانی و جهل میاد مقدار زیادیش، و شما باید این نادانی و جهل رو پشت سر بذارید و به یک روشنایی برسید و باید حتما که این راهو بتونین پیدا بکنید. بنابراین حرف آخر در واقع آن چیزی که مهم هستش که من فکر میکنم، چون ما مسئله سعادت هست و بودیزم به هر حال یه راه عجیب غریب رو مطرح میکنه در مقابل سعادت، یعنی چیزیش که برای تمام آموزهای دیگه خیلی عجیب هستش، این مسئله گسست و جداییه، این مسئله دیتچمنته. شما باید ببرید این گسسته، باید صورت بگیره این گسست، باید از خاص، از میل، از این واقعیت زندگی، این گسسته باید واقع صورت بگیره. اگه این گسست صورت نگیره، در واقع به هیچ صورتی نمیتونه که اون آزادی و اون رهایی پیش بیاد. و شاید خود مثال بودا یکی از قشنگترین باشه، که باز با یک داستانی میاد که بودا وقتی که سفر میکرده از یک دهی عبور میکنه، حتما شنیدیم چون اینم باز در میان عرفای ما آمده، از یه دهی عبور میکنه، یه ده اول بهش پاداش و گل و اینا میدن و رد میکنه، ده دوم بهش دشنام و اینا میدن، باز اینو رد میکنه. بعد شاگرداش ازش میپرسن که خب این چیه، قضیهش چیه، فلسفهش چیه؟ میگه که خب من اصولا نمیخوام که نه گلی داشته باشم نه دشنامی، اینا مال همون آدماییست که اینو به من میدن، من بهشون اینو بر میگردونم در واقع. و بودیزم در واقع اینو همه رو بر میگردونه، به خاطر اینکه این دیتچمنت باید در واقع وجود داشته باشه. خیلی ممنون.